چند روزی است که بر اساس خبرهای منتشر شده مبنی بر بازگشت شبکه من و تو باعث خوشحالی بسیاری از کاربران شده. اما اینکه این شبکه با نام قبلی و با برنامه‌های قبلی باز می‌گردد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با من همراه باشید. دوم خرداد ماه 1403 خبر قطعی و موثقی از نحوه برگشت شبکه من و تو منتشر شد و کانال خبری ستلایت دست نیوز اعلام کرد شبکه من و تو قطعاً تا پایان تیر ماه برمیگرده و نوشت طبق اطلاعات موثقی که از منابع خبری ستلایت دست نیوز به دست ما رسیده و همچنین تایید منابع ما در ماهواره یوتلسات شبکه تلویزیونی من و تو قطعاً تا پایان تیر ماه برمیگرده. اما سوال‌هایی در رابطه با برگشت این شبکه وجود داره. آیا شبکه من و تو با همین نام برمیگرده؟ منابع ستلایت نیوز از آمادگی تیم من و تو تا حد اکثر 2 ماه آینده یا زودتر خبر میده. اما تأکید میکنن که مشخص نیست این مجموعه با نام قبلی باز میگرده یا نام این مجموعه تغییر خواهد کرد. سوال بعد این که آیا این مجموعه فقط در یوتلسات روی ایر میره؟ در قدم اول تصمیم بر این است که شبکه من و تو یا هر نام دیگری که این مجموعه خواهد داشت درست در جای سابق خود و در ماهواره یوتلسات و هاتبرد باز میگرده. اما طبق خبرهای رسیده هیچ انحصاری برای پخش در یوتلسات وجود نداره. آیا ممکنه که من و تو زودتر از پایان تیر ماه برگرده؟ بله، منابع ما میگه که ممکنه که شبکه من و تو حتی زودتر از موعد برگرده و پخشش رو شروع کنه. به نظر میرسه که این موضوع به تدریج از طریق خود مجموعه مجریان و مدیران شبکه اطلاع رسانی بشه که من و تو کمتر از 2 ماه دیگه یا حتی زودتر برگرده. در این چند ماه گذشته که شبکه من و تو تعطیل شد، این اولین بار نیست که درباره برگشت این شبکه صحبت شده. چند روز پیش امید خلیلی در یک لایو اینستاگرامی گفت باید بهتون بگم که ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم که قوی تر از گذشته کنارتون برگردیم، اما ما در این راه یاری نیاز داریم. به وقتش و به فصلش میگم که چه برنامه ها و یا حتی چه پلن هایی داریم و چه جوری دوباره کنارتون برمیگردیم. شما رفقا چطوری میتونید به برگشتمون و محکم بودنمون در این صفحه تلویزیون کمک کنید؟ امیرعلی هم در جواب یکی از کامنت ها که نوشته بود ما به رفتن شما یتیم شدیم، لطفاً برگردید، گفت تو رو خدا اینجوری نگید، ما همچنان هستیم و فعالیت داریم. امیدوارم که خودمون هرچی سریعتر بیایم و بهتون اون خبر خوبه رو بدیم. طبق خبرهایی گفته میشه که کیوان و مرجان عباسی در حال مذاکره با تیم سرمایه گذاران هستن. چه روزی بشه اون روزی که بخوایم خبر بازگشت من و تو رو بدیم؟ فکر میکنم خیلی روز عجیبی باشه. واکنش های ما وقتی که این خبر قطعی بشه و به ما بگند و عجیبتر از اون لحظه ای که ما بخوایم اون خبر رو به شما بدیم. زمانی که خبر تعطیلی من و تو در پیج اینستاگرام منتشر شد باعث تعجب و شوک همگان شد و با واکنش های زیادی در بین مردم در فضای مجازی روبرو شد. همزمان هم خبرهایی از تأسیس یک شبکه دیگه با بودجه زیادی منتشر شد که قرار شبکه جدید جایگزین شبکه من و تو بشه و ارتباطی با شبکه قبلی نداره و در واقع رقیب من و تو محسوب میشه. بعد از 1 ماه که از خبر تعطیلی شبکه من و تو گذشت، مسعود امینی گفت که کیوان عباسی مثل برادرم میمونه، شبکه من و تو رو مدیریت میکنه. کیوان و مرجان عباسی اطلاعیه رسمی جدید منتشر کردند و تاریخ تعطیلی این شبکه رو اعلام کردند. برخلاف اینکه زمزمه هایی از انتقال این شبکه به لس آنجلس با همه عوامل و مجریان توسط مسعود امینی به گوش رسیده بود، من و تو به طور رسمی اعلام نکرد که قراره توی کشور دیگه ادامه به کار بده و با یک خداحافظی متفاوت به کارش پایان داد. بعد از تعطیلی من و تو تقریبا همه مجریان در لایو هر روزه‌ای که هدیه تازه برگزار می‌کرد به نحوی خبر از برگشت من و تو رو می‌دادن. هدیه گفته بود که همه ما داریم می‌بینیم که کیوان و مرجان عباسی من و تو رو زنده نگه می‌دارن و مطمئن باشید که قطعاً کنارتون برمیگردیم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین.
و با لایک ها و کامنت هاتون از من حمایت میکنید.